درست مثل همون موقع که سپاهیان اسلام طور قتل عام میکردن و شهرات آتیش میزدن، اونو دلشون بارد و میسوخ. حالا دلشون میسوزه با فرمانده و آخوند آیت الله خودشون رو که سید نیست میکشن. اونایی که سید نیستن مثل روحانی نوکری ازشون میگیرن، مثل لاریجانی یا اینا که خودشون تو باندن ولی باز تو سید نیستن. نمیخوام اینطور بگم، اینا نوکری میگیرن، شیر اینا رو میدوشن تا سر به زنگا میشه، یک اردنگی محکم میزن به ماتحت اینا. تو لاریجانی هستی، تو روحانی هستی، 8 سال چی 40 سال خدمت کردی، برو بچه. تازه قبلم که تو رو نگه داشتیم چون بچه تو زده بودی کشته بودی، خب نشون داده بود که مثل این که میدونید توی مافیا چجوره. توی مافیا وقتی که میخوان یکی سیر بگیرن خیلی مهمه، تا هم نمیخوان به جایی دوستش هم که تو اون بانده رقیب روبروی هفته میدن میگن بزن تو مخش، تو باید بزنی تو مخ رفیقت بکشی. همین کار اول انقلاب کردن، من اسم الان نمیارم، ولی اول انقلاب خیلی که میبینن زنده موندن توابین، این بچه های جوانهایی که زدن کشتن الان 30 خوردادم که بیاد روز قتل عام دیگر است که سال 60 قتل عام کردن، روز جانبازان آریایی است، اینها تیر خلاصی زدن اومدن بیرون. خیلی اینا مجاهد خلق بودن، چه بودن زندان بودن، رفیقاشونو کشتن، اینا رفیقای خودشونو تیر خلاصی زد، یه رو حال اومد بیرون، حال رفته بالا، همشون هم پست گرفتن بالا. این مافیا یه جوریه، یعنی تا اگه توی تشکیلات سیدها و تازیان نیستی، اما مثل فیدی، مثل روحانی، مثل اینا ازت بهره میکشن. آخر یه اردنگ تو ما تحتت، همین تایید صلاحیت ها نشون داد. آقا یارو تو رئیس جمهوری، شناست هم عوض کردی که بگیم هم آقا دو تا بابا داشته، یهودی نیستیم و فلان اینا، میزنه اردنگ خامنه ای سید تو میندازه که تشکیلات ولایت فقیه. شما وکیل رئیس مجلس بودی، او رئیس مجلس بوده سال ها قدرت با همه رو اردن میزنه میره نمیدونم. سپاه از سعید محمدشون ترسیدن، گفتم اون هفته بهتون پیش از این اینا ردش بکنن اینا، که من بهتون گفتم که سعید محمد تو مجلس خبرگان خواستنش، سعید محمد تو شورای نگهبان خواستن، پیش از این که اسم اعلام کنم گفتن تو سیاوش اوستر میشناسی؟ گفت آقا شما هم که میشناسینش که. گفت تو چطور؟ گفت خب الان اسمش میاری یعنی میشناسیش. ما همجوری که شما میشناسی. گفت نه این اومده تبلیغ تو رو کرده. کجا تبلیغ ما کرده آقا؟ تو تلویزیون اسرائیل. گفت آقا ما این رو ما ندیدیم قربونت برم. بعد همون که در مورد نجمت الخلیج الفارس، من یک گزارش سال پیش رفتم تو تلویزیون اسرائیل، این پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو گفته، اینجوری گفته بابی که اینجا ما رو میزنه، یه کار مال شاه بوده ما انجام دادیم. میگه نه اینجوری. میگه آقا ما رد کنی رد کنی بابا، بهانه نگیرید، ما میخوان رد میکنه رد کنی سعید محمد. چون ما هم گفتیم نظام یا بیان فلان اینا، فکر کردم به این سید محمد هم مثل بقیه که ما پیش بینی کردیم. بقیه وقتی رفسنجانی رفت کنار، خاتمی اومد، اصلا خودش خبر نداشت. من تو روزنامه های نیمروز کیهان نوشتم، تو کیهان خودمون نوشتم، تو رادیومون هم گفتم که این خاتمی رئیس جمهور میشه. وقتی ما خواستیم خودمون بریم راه ندادن، وقتی خواهش کردن خانم رجوی، خانم شعبانوی عزیز اینا برای آزادی ایران پاشیم این کارو بکنیم فلان، حالا وقتی نشد من گفتم این خاتمی و میشه و شد و شد. خودش قصه ای داره اینا. بعد یارو احمدی نژاد شهردار بود تو تهران، به زبان فرانسه مقاله نوشتم، فارسیش هم نوشتیم، تو رشتهمون هست، یعنی بزنید ارشاد دات کام هست. قبل انتخابات گفتیم رئیس جمهور این شهردار از شهردی میتونی رئیس جمهوری. روحانی هم مشخصا همینطور. اینا گفتن این سعید رو میخواد باز سیاوش اوستر رئیس جمهورش کنه. من بعد سعید اون دهقانی که وزیر دفاعشون بوده مردنگی داره، دهقان وزیر دفاعشون بود. آقا خودشون خودشون رو قبول ندارن، خودش خانوادهشون ضد هم دیگن. من شاهد بودم که همین آقای خامنه‌ای زده تو گوش برادرش هادی. من خواهر آقای خامنه‌ای سرکار خانم بدری درود دارم بهشون، بانو شجاع و آزاده، ایشون خودش با من مصاحبه کرد وقتی عراق تبعید بود، فرار کرده بود با شوهرشون. ایشون با من مصاحبه کرد، نوارشم پخش کردم، بارها دیدید، نمیخوام این رو بردید که بگم. گفت
آره به من خبر رسیده که برادر من جزو شکنجه‌گراست. هادی رو میگفته زیر. نه هادی که الان میگه من مخالف داشت. نمیگه من مخالف داشتم. میگه داشتم دیگه من رام نمیده. هادی. خب من خودم تو مشهد تو تظاهرات میان دیدم اونم گرفت کتک زد جفت آردن گرده. اما خانوادش باش مخالف هم نمیخوارش بدری خانم چقدر. حالا نسل جدیدشون. بچه های بدری خانم. بچه های بعدی خواهی مخالف شد بچه های دیگه دیگه یکیشون اونم که یه دختر بچه موقع من میشناختمش 9 سالش بود حالا بزرگ شدی فریده خانم آقا این بچه هست بچه بود داییشه مخالف داییشه بنیانگذار کمیته لگام در ایران هست ضد اعدام من تعجب کردم من بارها بودی پیام هایی به این نام میدیدم میگفتم نه این فریده نمیتونه اون فریده باشه اصلا غیر ممکنه آقا بعد دیدیم در رابطه با کمیته دفاع زندانیان و حقوق بشر باز فریده است تا اینکه خدا بیامرز آقای ملکی اینا یه روز با هم صحبت میکردیم آقای نوریزاد که بنده خدا زندان هست و اینا دیدیم یه جایی گفتن اینا رفته بودن یه ملاقاتی طفلی که میخواستن اعدامش کنن اینا بعد اینا رو بازداشت کردن اینا توش فریده هم بوده من بینا گفتیم فریده گفتن آره بابا همونی بعد وقتی که شما الان توییت های این خانم رو میرید میبینید توییت های این خانمی که شما میرید میبینید آقا تو خارج از کشور افراد این من میشنستن فقط به خاطری که زنش میره ایران میاد میترسه اصلا از این حرفا بزنه از بغل کسی که این حرفا رو تزنید دختر اونجا میزنه زندانش هم میکشه بازداشتش هم میکنن شجاعت آقا بعد از اون پسره داییش رهبر انتخاب میکنه رئیس جمهور انتخاب میکنه الان 10 سال خورده 15 سالی که مجتبی خامنه‌ای در ایران رو میگردونه روی همه مواردم باباش یه ذهنیتی همه آدمای باباش نابود کرده تا حالا و میکنه چون میخواد یک نسل جوان بیاره تو کار این بدری خانمی که عرض میکردم خواهر سیدری و مادر این فریده خانم ای از همون قدیم شجاع بود من یادم همون روزای نخست انقلاب بود و من در دانشکده پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی مراسم خیلی گذاشتم اوائل از همون اول ما شروع کردیم اینا انگولک میکردیم از روز اول بچه هایی که عمرشون قد بده یادشون میاد سخنرانی مهم میذاشتیم با مشتهد شبستری که الان زنده است آقای لاهوتی که کشتنش علی تهرانی استاد زنده است حمله کردن به اونجا طاهر احمدزاده و حسین خمینی و از جمله ما سخنرانی دیگه گذاشته بودیم در دانشکده پزشکی برای آقای تهرانی یعنی شوهر خانم بدری و ایشون چون موقع از خبرگان اونا و تهران نبود نتونست برسه بعد من رفتیم خونه دیدیم نیومده از تهران بعد خانمش گفت اب نداره بیا من میام که خودم بگم اونجا که فکر نکنن تو دروغ میگی باش دیل نکرده بودی برای حفظ آبروی تو من خودم میام اونجا صحبت کنم خدا شما میاد دانشگاه دیگه بله آقا سلام باش میگه خانم رو درود دارم بهش خیلی کار قشنگ کرد بعد ما رسیدیم دانشگاه پزشکی مشهد چند ماه از انقلاب گذشته بود اپوزیسیون هم ما بودیم همین هم اپوزیسیون صحبت میکردن بعد ما اولین کسی بود آقای تهرانی که گفت خمینی جلاد ستمکار آقا نکش گفت به خواهی من خودم دیگه آقا نکش دیوانه ای تو گربه میکشی یا آدم ها رو میکشی خندید گفت بابا این حالا باید اسب سوار شیم از این حرفا حالا بگذاریم ما رسیدیم جلو دانشکده پزشکی سیل جمعیت انبوه جمعیت هم بیشترشان مرد بودن دیگه پسرها ما گفتیم حالا ما چجوری توی آدم ها بریم خانم ها ببریم پشت تریبون گفتم خانم برگردین گفت چرا گفتم نمیشه شما رو راوا بکنیم ببریم گفت بیا تو پشت سر من بیا میریم من تعجب کردم اینا که میگن دست نامحرم به ما نخوره فلان چه چقدر شجاع واقعا گرد آفریده آقا ما رفتیم جلو گفتیم بچه‌ها راوا کنین را به زور ما میکردن یعنی تو جمعیت ایشون رفت تو که من پشت سر رو رفتم تو و بعد رفت پشت تریبون دانشکده پزشکی و عذرخواهی کرد که شوهرش نرسیده و از من تشکر کرد و اینها حالا دخترش
اورمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv